این سالاد مشی که بهتون آموزش دادم میذارید و به این شکل. خودمون ویژیتریان ها چه غذایی؟ به سری جدید برنامه همون خوش اومدید، 8 minutes with JJ. میخوام تو 8 دقیقه یه غذای خوشمزه بهتون یاد بدم و مقوی سراغ گوشتم نمیرم. بریم سراغ مواد اولیه. هویج داریم، پیاز داریم، چند تا دونه سیر داریم، فلفل دلمه داریم و اینایی هم که میبینید بامیه های باغ خودمون آوردیم. اینی هم که میبینید گوجه فرنگی، زیره، پودر کاری، فلفل سیاه و نمک. خب یه دونه برنج هم از قبل گذاشتم خیس خورده، میبینید البته 1.5 پیمونه برنجه. حالا گوجه فرنگی نه آپشنال، من خورد میکنم، بستگی داره که شما چه اندازه‌ای بخواید بزنید، به همون اندازه موادش رو زیاد کنید. میریم سراغ خورد کردنی ها، بذارم اینا رو کنار و میریم سراغ بامیه. حالا نوکش که هیچی، ولی باقیشو به این شکل ببینید، به این شکل همه رو خورد میکنید. اسم این غذا بامیه پلوه. این از بامیه ها. حالا چرا اونا رو برمیدارم؟ چون موقعی سرخ کردن ممکنه که اون نوکهاش بسوزه. این از این، فقط همین نوکش رو بزنید کافیه. بامیه ها رو به این شکل خورد میکنید. میام سراغ سیرمون. سیرمون هم برای اینکه تو تمام قسمت های غذامون باشه به صورت ورقه های ریز خوردش میکنیم. این هم از سیرمون. سیرا رو هم به این شکل خورد میکنیم و میریم سراغ پیاز. ابتدا و انتهای پیاز رو میزنیم به این شکل که یه برش از بالا تا پایین. این هم قلق پیاز پوست کنده برای آدم های تنبل. خب این هم از پیازمون، اما پیاز رو به این شکل دیگه خلالی خورد نمیکنیم، به صورت ورقه های نازک پیاز رو خوردش میکنم. اینم از خورد کردن پیاز. میریم سراغ فلفل دلمه، اما فلفل دلمه رو متفاوت خوردش میکنیم به این شکل. خب اینا رو هم به صورت نگینی های کوچیک و یه دست خوردش میکنیم. این از این و میریم سراغ هویج. پس خورد کردنی ها نمونه هاش اینجا براتون هستش. هویج هم وسط نصفش میکنیم. البته من شستمش و دوست ندارم پوستشو بگیرم، شما اگه دوست داشتید میتونید پوستشو بگیرید. اینم از هویج. هویج هم به این صورت به اندازه فلفل دلمه، اما زخامتشو یه مقداری کمتر میکنیم که یه تفت خورد بپذیم. اینم از این و من میرم همه رو خورد کنم و برگردم. اول از همه پیازا رو یه تفت کوچیک میدیم، یه مقداری که رنگش تغییر کرد فلفل دلمه و هویجم اضافه میکنیم و شعله رو روی متوسط میذاریم. بعدم تست میکنیم با چی؟ با هویج که نرم شده باشه. پس اینا رو آروم میذارم با هم تفت بخورن و برمیگردم. یه مقداری که هویجامون نرم شد و رنگ پیازمونم رنگ گرفت، تو این مرحله بامیه ها رو بهش اضافه میکنیم. خیلی مهمه که بامیه هاتون رو به یه سایز و یه شکل خورد کنید، چون با هم دیگه همزمان برشته میشه. شما نگران اون رو نفیدن خواهد، من نگرانه میگه اون نمونه اون چنده. خب حالا اینا رو هم باهاش تفت میدیم تا کارمون آماده بشه. به به رنگ رو ببینید، اصلا همین رو با نون میشه خورد و یه غذا سالم و خوشمزه. میریم سراغ ادویه ها. پودر کاری نصف قاشق چای خوری. پودر کاری خوب بگیرید که کاملا از عطرش لذت ببرید. فلفل سیاه یه قاشق چای خوری و زیره، حالا هر رنگی زیره دوست داشتید، سبز یا سیاه میتونید استفاده کنید. گرد مایده تو. این هم یه قاشق زیره، یه قاشق چای خوری زیره. حالا تو این مرحله
سیرمونم اضافه میکنیم. سیرم که اضافه کردیم یه تفت کوچیک میدیم، ادویه هامون یه تفت بخوره به این شکل. بعد هم بامیه ها رو زیاد سرخش نکنید که خواص خودش رو از دست بده، یه تفت بخوره کافیه. حالا این مرحله گوجه فرنگی رو هم به این صورت، من سه تا گوجه فرنگی رو خورد کردم بهش اضافه میکنید. اگه دوست داشتید خوش رنگ تر بشه یه قاشق رب هم بهش بزنید و نمکم به گوجه ها میزنم که گوجه ها زودتر آب بندازه. زمانی که آماده شد برمیگردم. این موادمونه نرم شدنش رو ببینید چه اندازه یه، خیلی مهمه. این از این و همه چی آماده است. هویجان ببینید کاملا نرم نرمه، یعنی دست بزنید به راحتی له میشه. این از این. خب حالا برنجم هم که گذاشتم خیس شده، آبش رو میذارم کنار و این مرحله مهم میشه. ببخشید، میدونم کاور کرد دوربینو. خب حالا یه همه کوچیک با برنج میزنیم، چون برنج هنوز آب نخورده. نمیخوام برنجم هم 1.5 پیمون است. این مواد داخلش باید خیلی زیاد باشه، وقتی که میخورید براتون لذت بخش باشه. این از این الان آماده شد و کمی هم بهش روغن میزنم، تقریبا 2 لیتر شوخی میکنم، یه ذره، من روغن زیاد نمیخورم. حالا آب جوش هم بهش اضافه میکنم. حالا آب تو چه اندازه میریزم؟ به اندازه که کاملا اینا شناور بشن، نه بیاد بالای برنج. حالا میدارم قول میخوره و موقع دم کردن بهتون نشون. روبشهر یه ترشی داشتن خیلی حال میکنن، ارزونم در میومد، همیشه کنار غذا بود، به خصوص خانواده ما که 9 نفر بودیم. پیاز به این صورت برش میزنید و میام سراغ سبزی نعنا، میریزیم روی پیازا. این از این و همینطور آب لیمو. البته اون موقع روغن زیتون نمیزدیم، الان یه مقدار وضعمون بهتر شده، روغن زیتون هم قاطیش میکنیم. یه مقدار هم بهش روغن زیتون میزنیم و نمک، فلفل سیاه، اینا رو با دست هم میزنیم، به اندازه 10 دقیقه میذاریم توی یخچال میمونه و بعد میاریم برای سرو کردن. این فقط داداشتونه که اینجوری برنج رو در میاره. برنج کتر رو دون در آوردم براتون. اینم غذا رو به عشق، بذار من یه قاشق بیارم، ویجیتریانا طراحی کردم، یه غذا ارزون قیمت. و اینو ببینید اینجوری، بعد روشش هم اینه، 2 تا دونه این سالاد مشی که بهتون آموزش دادم میذارید و به این شکل. خودمون این ویژیتریان ها اونجا غذایی میخورن و بعد من اعتراض میکنن غذای خوب به ما یاد نمیدی. سعی کردم فیلمامو بکنم 8 دقیقه، غذاهای ارزون قیمت درست بکنم و بعد این مسیری رو میرم که شما دوست دارید. دم همتون گرم، شبتون بخیر. لینک چاقوارم همین پایین گذاشتم.